از اینجا تا ستاره. خبر پیدا کردم که دوستم ستاره رو به زندان اوین احضار کردن تا حکم 3 سال زندانش را شروع کند. دلم از درد میخواد از سینم کنده بشه. ستاره جون، حالا برات چی کار کنم؟ ستاره جون، آشنایی من با تو عادی نبود. پیش از این که با خودت آشنا بشم با حول و هوات آشنا شدم، بعد از اون با افکارت و بعد با خودت. خودت رو به جز با نامه و صدا و عکس جور دیگری نمیشناسم. شاید هم به همین خاطره که حس میکنم تو رو کاملا میشناسم. ستاره عاشق بود. خیلی از ماها این احساس رو میشناسیم. در تظاهرات کتکم خورده، زندانم رفته و با وثیقه آزاد شده. وثیقه‌ای که دوستان براش تهیه کردند شاید تمام ایمانش را به حضور پیدا کردن در دادگاه‌های رژیم خلاصه می‌کند. ستاره به خودش ایمان نداره، اما به دوستانش چرا؟ به ایرانش چرا؟ و به حس آزادی اندیشه‌ای که گاهی تا سرحد جنون او را پیش می‌بره هم همینطور. او زمینی است، اما روحش در ستاره‌ای دوردست مرتب او را به دنبال خودش میکشه و ناتمومش میذاره. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. ستاره از وقتی کتک خورده وضع جسمی خوبی نداره. چطور میشه این همه درد و ورم روده و چرک گوش رو تحمل کرد؟ به دکتر و بیمارستان نمیره چون کارت بیمه و شناسنامه‌ش رو دادگاه ضبط کرده. اصلاً پول نداره که مخارجش رو بپردازه. فک و فامیلش هم آخوندی و سپاهی‌ان و به زنده یا مرده موندن اون اهمیتی نمیدن. شاید اگر هم کمی پول به دستش برسه قبل از اینکه برای خودش خرج کنه اونو خرج محتاجان بکنه. ستاره قلب بی نهایت بزرگ و صبوری داره. با زندگیش هم به همین دست و دلبازی رفتار میکنه. اگه ازش یک ستاره بخوای برات سبد سبد ستاره هدیه میاره. یک بار دلم میخواست این سروده خودش رو بخونم و براش بفرستم، ولی صدای پر احساس تری پیدا کردم که لطافت احساس رو به نوشته های جوهری پس بده. از او خواستم و قبول کرد که ستاره رو خوشحال کنیم. یادم وقتی ستاره شعر خودش رو با صدای الهه و موزیک متن شنید، جونش در قالب تنش جا نمی گرفت. من و الهه خیلی کیف کردیم که اینقدر ذوق زده شده است. تصمیم گرفتیم که جسته و گریخته سورپرایزش کنیم. چه دلپذیرتر از شادی دوست؟ سبد سبد ستاره، اثری از ستاره، تهران. منم اسیر دست تو، اسیر چشم مست تو. منم که می کشد مرا نگاه می پرست تو.
منم که آب می شوم ز شعله های سرکشت، منم که موج خواهشم در عشق پر کشا کشت. ببین که می بری مرا به شهر دور آرزو، ببین مرا در عشق تو نمانده هیچ آبرو. مرا ره گریز نیست، بریده ای امان من، چگونه از تو بگسلم، تویی تمام جان من. ببین که شانده ای مرا به وادی جنون و تب، گهی به مهر و خنده ای، گهی به اخم یا غضب. سبد سبد ستاره را به پای خود کشانده ای، تویی که داغ عشق را به سینم نشانده ای. بگو که کیستی، بگو سراچه ای ز عشق و راز، چه گویمت چه خوانمت تو را عزیز فتنه ساز. گذشتم از تو بعد از این اگر چه دوست دارمت، به آن خدای مهربان همیشه می سپارمت. چه سود زین وداها که بارها شنیده‌ای، مرا به یک اشاره‌ای به سوی خود کشیده‌ای. ببین چه سرد و ناخوشم، دوباره روی من بتاب، که یخ زده است خون من ز دوریت ای آفتاب. تویی تمام عشق من، تویی کلید شهر من، تویی دلیل آشتی، تویی دلیل قهر من. منم ستاره شب تویی، منم اسیر دست تو. ببین چه ساختی ز من، فدای ناز شست تو. از نوشته های پرارزش ستاره این قسمت را خیلی دوست دارم. درباره رابطه سیاست و هنر می نویسد: اما آنچه برای من مفهوم سیاست دارد، نوع دوم آن، یعنی بخشی است که به تک تک هموطنانم مربوط می شود. به من و همجنسانم که قرن هاست زیر بار تبعیض و نابرابری هستیم و سرنوشت هموطنانم در هر استان با هر فرهنگ و عقیده و مذهب که قرن هاست به خاطر تبعیضی که بوده و هست در فشار و فقر و محرومیت به سر می برند. اینها را سیاست می دانم و معتقدم هنر باید چیزی باشد که از درد یک دختر بلوچ بگوید که به زور به عقد مردی در می آورندش، یا از درد زنی بیوه بگوید که از ناچاری صیغه مردی زندار می شود، یا از درد مادری که تنها پسرش معتاد شده، یا از درد پدری که پسرش در زندان به هر دلیلی به اعدام محکوم شده، و حتی از رقص بدن بیجان آنهایی که روی تناب دار با هر نسیم به سویی میچرخند و ترانه مرگ را در دل آسمان زمزمه میکنند، از کودکان خیابانی، از دخترانی که بر سر چهار راه ها اسفند دود میکنند، آن هم برای اتومبیل های شیک و گران قیمت. هنر باید در خدمت جامعه و برای جامعه باشد، به هنگام درد دردها را منعکس کند و به هنگام شادی شادیها را، اگر که شادی و نشاطی باشد. هنر بایستی بدبختی یا خوشبختی و سعادت انسانها را بر کاغذ سپید نقاشی کند، بر کاغذی مطلقاً سپید. مهم نیست که هنرمند درمان را بداند یا نه،
اما لااقل باید درد را بفهمد و درک کند و منعکسش نماید. وظیفه هنرمند ترسیم و تبیان سیمای واقعی جامعه است، نه فروغلتیدن در رؤیاها و توهمات. و گهگاهی هم هنرمند بسته به زمینه و تخصص خود میتواند درمانگر باشد. با کمک به ایجاد بهداشت روانی و سلامت روح و فکر و تلطیف احساسات مردم. من نمیگویم و نمیخواهم هنر ابزار باشد، اما هنر به خودی خود هدف نیست و نباید هم هدف باشد. هدف وقتی ارزش دارد که مسیرش سالم و نتایج مثمر ثمر و مفید داشته باشد. به امید روزی که دردها پایان بگیرد و لبها خندان و دلها شاد باشد. با مهر و احترامی پایان ناپذیر، ستاره، تهران، نوامبر سال 2010. در این لحظه ستاره من در گوشه زندان اوین به چی فکر میکنه؟ دنیا رو از چه دیدی مینگره؟ به ستاره‌ای در آسمان شب می‌نگرم. تمام فکرم به دنبال این است که اگر الان اونجا بودم، اینجا رو چجوری می‌دیدم. با خودم میگم مثل یک ستاره. اون وقت عجیب همه ما به هم شباهت پیدا می‌کنیم. همه دوست ستاره هستیم و ستاره دوست همه ماست. دست یاری از دور هم فشردنیه. ستاره جون، دوستت داریم خیلی زیاد.